از دکتر حسین یاسا، تحلیلگر مسائل سیاسی از مونیخ دعوت کردیم تا پیرامون مطالبات شیعیان در افغانستان توضیحاتی را برای شما بینندگان عزیز ارائه دهند. آقای دکتر، سلام و عرض ادب. السلام علیکم و رحمت الله. ممنونم. آقای دکتر، به عنوان سخنگوی شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان بفرمایید که مطالبات شیعیان افغانستان از طالبان چیه و آیا طالبان تا کنون به این مطالبات و خواسته ها پاسخ روشنی داده؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خدمت شما عرض شود که شیعیانم بخش بزرگی از جامعه بشری افغانستان است که نهادهای مختلف و احزاب سیاسی مختلف دارند و اونا در قالب بزرگتر همراه با سایر اقوام دیگه و پیروان مذاهب دیگر در یک ائتلاف بزرگ یکجا هستند و همیشه تلاش میکنند با یک رویکرد انسانی که او حسن همزیستی را تقویت میکنه با همه همکار باشند. خب این خواستایی که در کابل مطرح میشه، این بخشی از خواستای جامعه شیعه افغانستان است که مذهبی از اونا برسمی شناخته شود، باید به فکر جعفریه جزی نصاب تعلیمی باشه که حداقل در مناطقی که اونا در اکثریت هستن اجازه داده شود که فقه از اونا تدریس شود. و دیگه چیزی مهم دیگه، قانون احوال شخصی است که همیشه یک موضوع بحث بوده و در حکومت گذشته حداقل به اسم قانون به رسمیت شناخته میشد. حالا طالبا چون که یک گروه کشتارپیشه و جنایتکار هستند، اینها به تنوع انسانی، تنوع قومی باشه، زبانی باشه یا تنوع مذهبی باشه اصلا احترام ندارن. از روز اولی که آمده شیعه ستیزی و تنوع ستیزی، زن ستیزی، مدنیت ستیزی جز فعالیت های یعنی محور فعالیت های از این گروه بوده. بله آقای دکتر، تشکر میکنم از شما. دکتر حسین یاسا، تحلیلگر مسائل سیاسی از مونیخ که دعوت ما را پذیرفتند و توضیحات لازم در این زمینه برای شما بینندگان عزیز ارائه دادند.